فصل دوم ریاضی هفتم راجع به عددهای صحیح صحبت میکنه. اولین کاری که میکنیم میخواییم با عددهای علامتدار آشنا بشیم. یعنی چی؟ بچه دقت بکنید، هر عددی که تا الان میشناختیم و از این به بعد خواهیم شناخت یک علامتی داره. اعداد علامتدار ویژگی های خاص خودشونو داره. اعداد علامتدار رو باید عملیات های مختلفی رو واسه شون انجام داد. تو عملیات های ریاضی باید دقت کنیم، یه سری نکاتی داره که باید رعایت بکنیم. الان تو این فیلم میخواییم یاد بگیریم که با عددهای علامتدار چجوری میشه برخورد کرد، چه نکاتی رو داره و اصلا کلن بشناسیم عددهای علامتدار چی هن، چجوری هن، به ویژه اعداد صحیح. پس شروع میکنیم. اولین چیزی که میخواییم بگیم چیه؟ خود عدد صحیح. دقت کنیم، اعداد صحیح رو با نماد زد نمایش میدهند. خب زد ما میشه چی؟ عددهای صحیحی که بعضن بچه ها از سالهای گذشتن باهاش آشنا شدن، میشه اعدادی که از منفی بی نهایت میاد. ببینید اینجا سه نقطه گذاشتیم، میشه منفی 3، منفی 2، منفی 1، 0، 1، 2، 3 و الاخر میره تا مثبت بی نهایت. به این اعداد میگیم اعداد صحیح. یعنی چی؟ یعنی عدد اعشاری، اعدادی که مثلا مثل 1.5، 2.5، اعدادی که بعضن بچه ها با اسم اعداد اعشاری میشناسن تو اینجا پیدا نمیشه. همه اعداد اعدادی هستن که میتونیم با اعداد صحیح با زد نمایششون بدیم و روی محور هم چجوری نشون میدیم؟ این شکلی. نها کنید، میگیم عدد صحیح ما چیه؟ یک محوره، محوری که قسمت منفی داره و قسمت مثبت. اعداد قسمت منفی ما چیه؟ از قبل از صفره و اعداد مثبت ما بعد از صفره، یعنی سمت راست. اما اتفاقی که میفته خود صفر بچه چیه؟ نه مثبت و نه منفی. این رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. اینا میشن عدد صحیح. خیلی از بچه‌ها با این محور و اعداد صحیح از قبل آشنا بودن، باز مجددا ما اینجا اشاره کردیم. پس تو ذهنمون اعداد صحیح رو داشته باشیم. پیشنهاد میکنم بهتون این محور تو ذهنتون باشه، چون باش کار داریم. خب این از اعداد صحیح. بریم ادامه بدیم. میگه که نکته، عدد صفر مبدا مختصات میباشد. خب یاد بگیریم به صفر مبدا مختصات هم میگن. این اصطلاح مبدا مختصات تو ذهنمون باشه. عدد صفر، عددی که نه مثبت نه منفی، با عنوان مبدا مختصات میشناسیمش. نکته بعدی، بر روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت راست برویم اعداد بزرگتر میشوند. چه جوری؟ محور نها کنید، یه محور به ما داده، میگه مطمئن باش هر چقدر که بری به سمت راست اعداد بزرگتری رو میبینی. اگه یه سوالی به ما دادن گفتن کدوم عدد بزرگتره، خیلی راحت این محور رو تو ذهنت تجسم کن، ببین کدوم عدد سمت راست قرار گرفته. الان چند تا مثال میزنیم ببینیم که کدوم اعداد بزرگتره. محور تو ذهنتون تجسم بکنی. مثلا منفی 1 بزرگتره یا 3؟ میبینیم منفی 1 اینجاست، 3 در سمت راست قرار گرفته. هر چقدر بیای سمت راست عدد بزرگتری میبینی. پس 3 بزرگتر از منفی 1ه. اصلا نمیخواد خیلی کار پیچیده‌ای داشته باشیم، فقط این محور تو ذهنتون تجسم بشه. بریم سراغ یه مثال دیگه. منفی 2 بزرگتر یا مثبت 2؟ خب منفی 2 ببینید کجا قرار گرفته، مثبت 2 کجا قرار گرفته. مثبت 2 سمت راست قرار گرفته، پس بزرگتره. 0 بزرگتر یا منفی 4؟ باز میبینیم 0 کجا قرار گرفته، منفی 4 کجا قرار گرفته. هر چقدر به سمت راست بریم عدد بزرگتر میشه، پس 0 از منفی 4 بزرگتره. و یک مثال دیگه، منفی 5 بزرگتر یا منفی 1؟ منفی 5 در سمت چپ قرار گرفته و منفی 1 نسبت به منفی 5 در سمت راست قرار گرفته. پس ما هر چقدر به سمت راست بریم عدد بزرگتری رو مشاهده میکنیم. منفی 1 از منفی 5 بزرگتره. این اولین نکاتی که به صورت پایایی میشه راجع به عددهای علامتدار گفت و مخصوصا عددهای صحیح. این تو ذهنمون باشه. اما بزرگترین عدد صحیح منفی چیه؟ تو ذهنمون داشته باشیم، همون محور رو تجسم کنید. بزرگترین عدد صحیح منفی، اعداد منفی سمت چپ محورمون بودن، بزرگترینشون کدوم میشه؟ میشه منفی 1. چرا؟ چون هر چقدر رو محور بیای به سمت راست عدد بزرگتری میبینی. آقا سوال صفر نمیشه؟ نه، صفر نه مثبت نه منفی. بزرگترین عدد صحیح منفی میشه منفی 1. نکته بعدی اینه، کوچکترین عدد صحیح مثبت، یعنی رو قسمت مثبت ها شما بیا به سمت چپ. چرا؟ چون میخوای کوچکتر، عدد کوچکتر رو پیدا بکنی، میرسی به عدد مثبت 1. و بزرگترین عدد صحیح مثبت، کی میتونه بگه بزرگترین عدد صحیح مثبت چیه؟ محور رو تجسم بکنید، روی محور اعداد برید به سمت راست.
رو قسمت مثبت ها تا میتونید برید به سمت راست. به چه عددی میرسی؟ به هیچ عددی نمیرسیم. در اصطلاح بهش میگیم عدد مثبت بی‌نهایت. میریم به سمت بی‌نهایت، مثبت بی‌نهایت، و عددی وجود نداره. همچنین اگه بخوایم بگیم کوچکترین عدد صحیح منفی چیه، باز باید محور اعداد رو بریم به سمت چپ، میبینیم که به منفی بی نهایت میرسیم و با این علامت مشخص میکنیم. پس تو ذهنمون داشته باشیم اعداد مثبت، اعداد منفی و کدوم اعداد از همه بزرگتره. فقط با یک نکته، هر چقدر به سمت راست محورت بری عدد بزرگتری رو میبینیم. این از اما یه مثال به سوالات زیر پاسخ دهید. کوچکترین عدد سه رقمی منفی کدام است؟ کوچکترین عدد سه رقمی منفی. خب رو قسمت محورها تجسم کنید. فرض کنید محور رو میتونیم همینطوری ادامه بدیم به سمت اعداد منفی، و چون گفته کوچکترین میریم به سمت چپ، یعنی میریم به سمت انتهای محورمون، به شرط این که عددمون سه رقمی باشه. به کدوم عدد میرسیم؟ میرسیم به عدد منفی 999. میدونیم که اگر ادامه بدیم به منفی 1000 میرسیم. منفی 1000 عددی 4 رقمیه، اینجا عدد 3 رقمی رو از ما خواسته. پس کوچکترین عددمون میشه منفی 999. سوال از ما پرسیده بزرگترین عدد 2 رقمی منفی کدام است. وقتی میگه بزرگتر یعنی بیا به سمت راست، اما حواست باشه عدد منفی رو میخواد. چند رقمی؟ 2 رقمی. عددت باید 2 رقمی باشه، منفی باشه، ولی بزرگترینش رو میخواد. خب بچه ها، ما الان خیلی تو ذهنمون شاید عدد منفی 99 باشه، بعضی هم تو ذهنشون منفی 10ه. کدوم درسته؟ منفی 99 یا منفی 10؟ کدومش بزرگتره؟ وقتی میگه عدد بزرگتر رو بگو، باید بیای به سمت راست محورت، پس به عدد منفی 10 میرسی. به همین راحتی و با همین یه نکته میشه اعداد مثبت و منفی و همچنین اعداد بزرگتر و کوچکتر رو تشخیص داد. نکته، چنانچه پشت عددی علامتی وجود نداشته باشد آن عدد مثبت است. به عبارت بهتر، علامت مثبت را می توان به اختیار پشت اعداد قرار داد یا اینکه قرار نداد. خیلی از اعدادی که تو سالهای گذشته باهاش سر و کار داشتیم، حتی امسال به صورت عدد بدون علامت برای ما نمایش میدن. خیلی از بچه‌ها سوال میپرسن، میگن آقا شما که گفتی همه اعداد علامت داره، مثلا عدد 17، مثلا عدد 11، علامتش چیه؟ علامت این اعداد مثبته. اگر علامتی ذکر نشه، ما علامت رو مثبت در نظر میگیریم. دقت کنید، به عنوان مثال مثبت 6 با 6 هیچ فرقی نمیکنه. معمولا همه ما به 6 میشناسیمش، اصلا عدد علامت مثبت رو لحاظ نمیکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، باید فقط تو ذهنمون مفهومش رو بدونیم. یا علامت عدد مثبت 5 رو میبینیم که علامت مثبت رو میتونیم لحاظ نکنیم و به صورت 5 بنویسیم. این از نکات پایه‌ای که باید حتما باش آشنا بشیم. اما نکته بعدی، هر عدد صحیح مثبت از هر عدد صحیح منفی بزرگتر است. بچه ها گفتیم چی؟ گفتیم محورمون دو تا قسمت داره، قسمت منفی ها و قسمت مثبت ها، و گفتیم هر چقدر بیایم به سمت راست عددمون بزرگتر. خب مشخصه اعداد مثبت سمت راست قرار دارن، اعداد منفی سمت چپ. شما اعداد سمت راست از اعداد سمت چپت بزرگتره، پس همین نکته اینجا اشاره شده، هر عدد مثبتی از هر عدد منفی بزرگتره. به عنوان مثال مثبت 1 منفی 1000، مثبت 1 چون مثبت از منفی 1000 بزرگتر. به همین راحتی تمامی اعداد مثبت از تمامی اعداد منفی بزرگتر. اما به شکل زیر دقت کنید، میخوایم یه بحث جدیدی رو اینجا شروع بکنیم. یه دایره به ما داده، نقطه O مرکز دایره است، نقطه A روی دایره قرار داره. قشنگ این شکل رو تجسم کنید. یه نکته میخوایم راجعش بگیم، دقت کنید. میگه اگر نقطه آ را روی دایره حرکت دهیم تا به نقطه دیگری مانند بی برسیم، یک زاویه ایجاد میشود. اندازه زاویه ایجاد شده را با توجه به جهت حرکت با علامت مثبت یا منفی نشان میدهیم. خب شکل رو نگاه بکنید، اینجا او مرکز دایره است، آ روی دایره است، بی هم روی دایره است. دو تا نقطه روی دایره داریم. میگه اگر خواستی از آ به سمت بی حرکت بکنی، علامتش میتونه مثبت یا منفی بشه. چه جوری؟ دقت کنید، اگه این شکلی حرکت بکنی، یعنی از آ به سمت بی حرکت بکنی به صورتی که در جهت خلاف عقربه‌های ساعت باشه. عقربه‌های ساعت رو تو ذهنتون در نظر بگیرید، چه جوری داره حرکت میکنه؟ خلاف حرکت عقربه‌های ساعت، این شکلی. این شکلی اگر شکلی رو برای ما بیان بکنن، علامت زاویه‌ای که ایجاد شده علامت زاویه مثبته.
علامت زاویه ایجاد شده. زاویه کجاست؟ این زاویه که بین دو تا خط قرمز مشخصه. یا اگر اینجا داشته باشیم نقطه A و نقطه B و حرکتمون چجوری باشه؟ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت باشه، دقیقاً جوری که عقربه‌های ساعت حرکت میکنن، علامت زاویه ما علامت منفی میشه. یه مثال حل بکنیم. میگه با توجه به شکل زیر عدد مربوط به زاویه ها رو بیان بکنید. خب نها کنید، اینجا خطی که برای ما مشخص کرده زاویه 180 درجه یا زاویه نیم صفحه است. اما سوالی که داریم، اگر از آ به سمت بی بریم چه زاویه ای رو میبینیم؟ زاویه مثبت 180. درسته؟ چون در جهت خلاف عقربه‌های ساعت حرکت کردیم. اینجا اگر از آ به سمت بی بریم در جهت عقربه‌های ساعت حرکت کردیم، پس منفی 90. سوال، آقا 90 از کجا آوردی؟ خیلی مشخصه، علامت قائمه اینجا برای ما مشخص شده، 90 درجه مشخصه، مثبت منفیش هم از جهت عقربه‌های ساعت تشخیص میدیم. خودتون حدس بزنید از آ به سمت بی میخوایم حرکت بکنیم، در جهت حرکت عقربه‌های ساعت یا خلاف حرکتشون؟ میبینیم که در جهت خلاف عقربه‌های ساعت داره حرکت میکنه، پس میشه مثبت 150 درجه. درسته؟ پس این از نحوه علامت‌های مثبت و منفی روی دایره است. دقت بکنید، اگر در جهت عقربه‌های ساعت باشه علامتش میشه منفی، اگر در خلاف جهت عقربه‌های ساعت باشه علامتش میشه مثبت. اما قرینه یک عدد، همانطور که میدانیم برای یافتن قرینه نقطه آ نسبت به نقطه دیگر بایستی از نقطه آ به آن نقطه وصل کنیم، سپس به همان مقدار ادامه دهیم تا به نقطه قرینه برسیم. خب میگه چی؟ میگه اگر خواستی قرینه یک نقطه رو به دست بیاری این کار رو بکن. شکل رو نها کنی. میگه نقطه آ اینجاست، میخوای قرینه شو به نقطه‌ای که الان مشخص کردم، نقطه قرمز، میخوای قرینه‌شو نسبت به این نقطه پیدا بکنی. چه جوری قرینه رو پیدا میکنیم؟ اصلا مفهوم قرینه چیه؟ میگی ببینم از آ تا این نقطه چقدر حرکت کردم. خب مشخصه چقدر حرکت کردی، همون مقدار رو ادامه میدم تا برسم به نقطه قرینه. نقطه قرینه به دست اومد، نقطه آ و نقطه ب مشخص شد. چه جوریه؟ این مفهوم رو داشته باشید. نکته، برای یافتن قرینه یک عدد صحیح بایستی از آن نقطه تا صفر حرکت کنیم، سپس به همان مقدار ادامه دهیم تا به نقطه قرینه برسیم. دقیقا این نکته همون مفهوم داره میگه. میگه حالا اگه یه عدد به دادن گفتن قرینه‌شو نسبت به صفر پیدا بکن، چیکار باید بکنی؟ ببین چقدر تا صفر ادامه دادی، همونقدر باز ادامه بده. نها کن، میگه قرینه مثبت 3، این محورته، مثبت 3 مشخص نقطهش، قرینهش نسبت به 0 میشه چی؟ 3 واحد باید برگردی به سمت چپ. میگه همین کار رو ادامه بده، 3 واحد دیگه بیا میرسی به نقطه منفی 3. قرینه نسبت به نقطه 0 خیلی ساده تر از این حرف هاست، مفهومش همینیه که الان گفتیم، اما اتفاق ساده تر میشه انجام داد. میای میگی نکته، به طور کلی برای قرینه هر عدد نسبت به نقطه صفر کافی است تا علامت آن را قرینه کنیم. یعنی چی؟ یعنی این سوالو نگاه کنید، قرینه اعداد زیر را بنویسید. خب بچه‌ها دقت کنید، عدد مثبت 5 داده قرینه شو میخواد. وقتی میگه قرینه یعنی قرینه نسبت به نقطه صفر. دقت کنیم، هر وقت به ما سوال گفت قرینه منتظر نباشیم که بگه نسبت به چی. اگر قرینه خالی فقط واژش اومد برای ما، میدونیم که قرینه یعنی قرینه نسبت به نقطه صفر. با توجه به نکاتی که یاد گرفتیم، قرینه مثبت 5 میشه چی؟ منفی 5. یعنی چی؟ یعنی فقط علامت مثبت تبدیل شد به منفی. در این حالت وقتی که قرینه رو از ما میخواد، کافی علامت مثبت رو به منفی تبدیل کنیم، علامت منفی رو به مثبت تبدیل بکنیم. الان تو این مثال نگاه کنید، قرینه منفی 7 میشه چی؟ میشه مثبت 7. علامت منفی رو تبدیل کردیم به علامت مثبت. چه زمانی این کار رو میکنیم؟ زمانی که قرینه نسبت به نقطه صفر رو از ما بخواد، که معمولا در این صورت سوال نمیگه قرینه نسبت به نقطه صفر، میگه قرینه. درست شد؟ پس این تو ذهنمون باشه. اما یه زمانی هست قرینه نسبت به نقطه صفر نیست، قرینه نسبت به یه نقطه دیگه است. در اون صورت خود سوال باید به ما بگه. سوالو نگاه کنی، قرینه عدد 3 نسبت به نقطه منفی 1 را بیابید. خود سوال به ما گفته قرینه 3 نسبت به چه نقطه‌ای. اگر نمی گفت قرینه 3 میشد چی؟ میشد منفی 3.
الان سوال از ما خواسته قرینه 3 نسبت به نقطه منفی 1. یه محور رسم می‌کنیم. هر وقت از این سوال به ما دادن با محور خیلی راحت میشه جوابش رو داد. نقطه 3 کجاست؟ نسبت به نقطه منفی 1. نقطه منفی 1 کجاست؟ دقت کنید محور رو. از 3 تا منفی 1 4 واحد به سمت چپ حرکت کردیم، گفتیم همون مقدار حرکت رو در همون جهت ادامه میدیم، 4 واحد دیگه به سمت چپ میریم، میرسیم به نقطه منفی 5. پس قرینه نقطه 3 نسبت به نقطه منفی 1 میشه نقطه منفی 5. جوابمون میشه برابر با منفی 5. این هم پس تو ذهنمون داشته باشیم. اما نکته، در ریاضی قرینه را با علامت منفی نشان میدهند. خب بچه ها، قرینه این یه ادبیات تازه میخوایم الان باش آشنا بشیم. تو ریاضی سال هفتم دیگه نباید منتظر استفاده از عبارت فارسی باشیم. یعنی وقتی به ما گفت قرینه عدد 7 میدونی میشه منفی 7، اما به صورت ریاضی هم نشون میده، میگه هر وقت دیدی یه علامت منفی پشت عددت قرار گرفت، اون علامت منفی معنی قرینه هم میده. دقت کنی، به عنوان مثال قرینه مثبت 8 میشه چی؟ منفی مثبت 8 که میشه منفی 8. میدونیم قرینه مثبت 8 میشه منفی 8، اینو میدونیم، اما به شکل ریاضی اینطوری نمایشش میدن. عبارت وسط رو نگاه کنید، این منفی علامت قرینه است، یعنی قرینه مثبت 8 میشه منفی 8. یه مثال دیگه نگاه کنید، میگه قرینه منفی 10، عدد منفی 10 رو نگاه کن داخل پرانتزه، منفی که پشت پرانتزه معنیش معنی قرینه است، میگه قرینه منفی 10 میشه مثبت 10. همه بچه ها میدونن الان قرینه منفی 10 میشه مثبت 10، اما وقتی به شکل ریاضی بیان میشه، یعنی این عبارت وسط، بچه ها معمولا واسه شون سوال ایجاد میشه. یاد بگیریم علامت منفی معنی قرینه میده، قرینه منفی 10 میشه مثبت 10. درست شد؟ به شکل ریاضی نوشتنش این تیپیه که الان گفتیم. خب نکته دیگه، قرینه عدد 0 برابر با خود عدد 0 میباشد. خب این هم خیلی نکته اساسیه بچه ها. روی محور اعداد گفته بودیم قرینه مثبت 1 میشه منفی 1، قرینه مثبت 3 میشه منفی 3، قرینه مثبت 5 میشه منفی 5. همه اعدادی که میشناسیم مثبت و منفی دارن. قرینه منفی 7 میشه مثبت 7، فقط کافی علامتشون رو تغییر بدیم. اما خود عدد 0 قرینه‌اش میشه خود 0 و قرینه‌اش علامتی نداره که عوض بشه. چرا؟ چون اول همین اسلاید گفتیم عدد 0 علامت نداره، عدد 0 نه مثبت نه منفی، پس قرینه 0 برابر با خود 0. اما نکته بعد، قرینه هر عدد با خود آن عدد برابر است. اگر دو بار واژه قرینه بیاد، که معمولا بچه ها تو سوالات با این عبارت خیلی برخورد میکنن، بگه قرینه فلان عدد، قرینه میشه همون عدد. نها کنید یه مثال، میگه قرینه مثبت 7 میشه چی؟ میشه خود مثبت 7. چرا؟ چون قرینه مثبت 7 میشه منفی 7، قرینه منفی 7 دوباره میشه مثبت 7. به صورت ریاضی چجوری نمایشش میدن؟ میشه قرینه، نگاه کنید قشنگ، منفی ها معنی قرینه میده، قرینه مثبت 7 بازم میشه مثبت 7. و همینجا یه نکته رو بگم برای بچه هایی که خیلی دوست دارن نکات بیشتری رو تو ذهنشون داشته باشن، اگر واژه قرینه به تعداد زوج ظاهر بشه، نگاه کنید اینجا دو تا قرینه داریم، جوابمون عددمون همون میشه، عددمون تغییری نمیکنه. مثلا اگه بگیم 4 بار واژه قرینه بیاریم، قرینه مثبت 7 بازم میشه مثبت 7. و اگر واژه قرینه 3 بار یا تعداد فرد ظاهر بشه، 3 بار 5 بار 7 بار، اون موقع است که قرینمون واقعا علامتش تغییر میکنه. یعنی اگر اینجا 3 بار واژه قرینه میومد، مثلا قرینه مثبت 7، اون وقت جوابمون میشه چی؟ منفی 7. درست شد؟ پس تعداد زوج برابر با خود عدده، تعداد فرد علامت رو تغییر میده. این نکته اضافه واسه بچه‌هایی که دوست دارن با نکات بیشتری تو این مبحث آشنا بشن، به دردشون میخوره. تو قسمت‌های بعدی خیلی کار داریم با اعداد صحیح و قانونایی که وجود داره، حتما قسمت‌های بعدی رو مشاهده بکنید که روی این فصل بسیار میتونید مسلط بشید و سوالات بیشتری رو بتونید حل بکنید.